روزی روزگاری در آناتولی فیلم منتخب ترکیه برای شرکت در رقابت‌های اسکار امسال است. این فیلم که از اول مهر در سینماهای ترکیه اکران عمومی شده، اولین بار در ونیز به نمایش درآمد و مشترکاً برنده جایزه ویژه جشنواره شد. فیلم داستان یک قتل و مشارکت یک دکتر، یک وکیل و چند افسر در یک شهرستان در آناتولی یا ترکیه است. کارگردان فیلم نوری بیلگه جیلان میگوید داستان فیلم در طول 12 ساعت اتفاق میافتد و ما باید این داستان را در طول 2 ساعت و نیم بیان میکردیم. جزئیات خیلی مهم بودند. نوشتن فیلم نامه با این همه جزئیات کار سختی بود. فیلم 2 ساعت و نیم است و 1 ساعت و نیم اول آن در تاریکی فیلم برداری شده. صحنه‌های جستجوی خستگی ناپذیر برای یافتن یک جسد. قصد من این بود که تماشاچیان هم احساس مشابهی مانند شخصیت‌های فیلم داشته باشند. حس غرق شدن در تاریکی. موقع ویرایش فیلم به این موضوع خیلی فکر کردم که طول آن چقدر باشد و در نهایت تصمیم گرفتم که بگذارم طولانی باشد تا تماشاچیان هم احساس خستگی و ملامت کنند. روزی روزگاری در آناتولی یک فیلم دلهور آور با درون مایه زندگی خسته کننده و ملال آور انسان هاست. نوری بیلگ جیلان در سال 2008 نیز برای فیلم سمیمون برنده جایزه بهترین کارگردان از جشنواره کن شد. فیلم روزی روزگاری این هفته در فرانسه اکران عمومی می شود.